سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. بچه‌ها امروز قراره که با هم دیگه بریم تمام تغییرات مهم ماه 9 و 10 پابجی موبایل با هم دیگه ببینیم. میتونم بگم یکی از بزرگترین تغییراتش اومدن مد جدید چیر پارک به بازی پابجیه. تغییراتش هم انقدر بزرگه که حتی بهتون میگم که این چیر پارک رو ببوسید، بذاریدش کنار، فراموشش کنید و چیر پارک جدید رو با هم دیگه بریم ببینیم. یه تغییر دیگه هم روی مپ رنگل افتاده و یه فیس جدید هم وارد بازی شده. بدون مطلب بزنید بریم سراغ ادامه ویدیو. اوکی بچه‌ها، اول از همه میریم سراغ تغییرات بزرگ چیر پارک و بهتون بگم که چیر پارک جدید کاملا متفاوته و همونطور هم که دارید داخل ویدیو میبینید کاملا فرق کرده و پیشرفته تر شده، خوشگل تر شده و یه سری ویژگی های خفن وارد چیر پارک شده که همه رو با هم دیگه میریم میبینیم. خب اول از همه که با هم دیگه بریم نمای کلی چیر پارک رو بررسی کنیم و با هم ببینیم که چه تغییراتی کرده و آیا خفن تر شده یا نه. اولین تغییرش بزرگتر شدن چیر پارک، همونطور هم که دارید از روی مپ میبینید معلومه که خیلی چیر پارک بزرگتر شده. و تغییر دوم اومدن اسکیبوردهای فضایی داخل چیر پارک. یه سری اسکیبوردهای فضایی اومده که پروازتون میده حدود 30-40 متر اونورتر. کاربرد خاصی نداره، بیشتر برای سرگرمی ساختن، چون خب چیر پارک مخصوص بازیکنایی که میخوان سرگرم بشن و حوصله‌شون سر رفته. خب تغییر سوم اومدن مسابقه ماشین سواری داخل چیر پارک. بچه‌ها توی چیر پارک جدید میتونید برید با دوستاتون ماشین سوار کنید و واقعا سرگرم کننده است. یه نکته آموزنده‌ای که داره اینه که دست فرمونتون خوب میشه، بیشتر برای این ساخته که یه سری بازیکن هستن که هی میکوبن به سنگ و درخت و دیوار و اینو ساختن که یکم رانندگیشون بهتر بشه. هرچند خب خودتونم شاید بدونید کسی که میخواد رانندگی کنه اول از همه که باید نکوبه به در و دیوار. نکته خیلی مهمتره اینه که باید فکر بازی داشته باشی که بدون کجا نگه داره، که راش بده، از کجا بره و موقعی که ماشین دید چیکار کنه. اینا خیلی مهمن داخل ماشین سواری. خلاصه یه همچین مسیری واسهتون ساخته که میتونید برید ماشین سواری کنید. از قبلش هم باید بیاید تو این قسمت و بگید که با کدوم ماشین میخواید مسابقه بدین و بعدش هم منتظر باشید که یکی از دوستاتون و یا خلاصه یکی از پلیرها بیاد جوین بده و با هم دیگه برید داخل بازی. هر وسیله نقلیه‌ای هم داره، مثل داسیا، یو ای زی، موتور، باگی، خلاصه هر چی که فکر کنید داخل خشکی حرکت میکنه داخل مسابقه داره و میتونید باش برید تست کنید. حالا بریم سراغ تغییر چهارم. بچه‌ها تغییر چهارم اومدن گلایدر به چیر پارک. داخل چیر پارک یه گلایدر وجود داره که توی جای خیلی بلنده و شما میتونید که سوارش بشین و برید تمرین کنید. همونطور هم که میدونید گلایدر واقعا روندنش سخته و هی میخوره به در و دیوار، بنزینش کمه و در کل وسیله نقلیه درست حسابی نیستش و میتونید که داخل چیر پارک بیاید و تمرینش کنید و بشید یه خلبان حرفه‌ای. خب تغییر پنجم اومدن مکان تیراندازی به چیر پارک. یه مکان خیلی پیشرفته، بالای ورودیش هم نوشته شوتینگ رنج و وقتی که وارد بشید یه جایی خیلی پیشرفته. از این قسمت هم اول از همه میاید سلاحتون رو انتخاب میکنید، AR، اسنایپ، شاتگان، پیستول، هر چیزی که بخواید داره و بعد از اینکه انتخاب کردین مثل فیلمای پلیسی میرید اون جلو وای میسید و شلیک میکنید و تمرین میکنید و ایم خیلی خفنی پیدا میکنید. و این نکته خیلی مهمی که من پیدا کردم اینه که شما دیگه تو این قسمت نمیتونید مثل کمپرا بخوابید و شلیک کنید تا داخل تابلو نمبر 1 بشید، باید بیسین و یا بشینید شلیک کنید که دیگه مثل کمپرا نخوابین، 100 تیر بگیرید بایسکوپ 6 و فقط هم به خاطر اینکه اسمتون اون بالا باشه نرید تیراندازی کنید، یکم به فکر ایمتون و بازیتون باشید. و حالا بریم سراغ تغییر بعدی. بچه ها تغییر بعدی اومدن یه چرخ و فلک خیلی بزرگ به چیر پارک و بیشتر برای سرگرمیه، چون کاربرد خاصی نداره. سوارش میشید و شما رو میبره بالا و کلن میتونید همه جای چیر پارک رو ببینید، خفن بودن و زیبایی چیر پارک. و بعدش هم که پریدین میرید جایی که باید سواره گلایدر بشید. و بچه ها این بود از تمام تغییرات چیر پارک. یه سری تغییرات دیگه هم داشت که فکر کنم مهم نبودن، بیشتر چیزای خیلی مهم رو خواستم بهتون نشون بدم که وقت ویدیو طولانی نشه. حالا بریم سراغ تغییرات جدا از چیر پارک. اول از همه اومدن مود TDM جدید داخل پابجی. خب بذارید بهتون بگم بچه ها، یه مود TDM قراره وارد بازی بشه که
داخل مپ لیویک و مپ ارنگله. مود استیدیم اینطوریه که وقتی استارت میکنید به صورت رندوم داخل یه منطقه ارنگل میندازه، مثلا منطقه پوچینکی و یا یاسنایا. یه محوطه خیلی کوچیکی رو واسهتون دایره میکنه و نمیتونید برید بیرون. نسبت به بقیه TDM ها یکم کوچیک‌تره، ولی جالبیش اینه که داخل ارنگل انگار دارید فایت میکنید. چیز جالبترش اینه که به صورت رندوم میندازه داخل یه سری منطقه ها که براتون تکراری نشه. و در ضمن یادتون باشه که مپ لیویک هم وجود داره بر کسایی که میخوان لیویک بازی کنن. و این بود از مود جدید TDM. حالا بریم سراغ فیس جدید سیزن بعدی. بچه سیزن بعدی قراره که یه فیس خیلی خفن وارد بازی بشه. این کنار فیس سیزن 4 دقیقا همین فیس قراره بیاد. در حال حاضر نشون داده نمیشه چون بارگیری نشده، ولی خب از اینجایی که معلومه خیلی قشنگ میتونه باشه. وقتی برید رو کاراکتر مرد میبینید که کاراکتر خودش ریش داره. ریشم مشت گوشت. آره دیگه، فیس خودش کلن ریش داره و این باعث میشه که خیلی خفن‌تر بشه. اینم فیس حالت نزدیکشه، ناکنید با دقت، کاملا خوشگل، ابروهای خفن، چشمای جالب، زاویه فک و یه ریش جذاب مردونه. این باعث شده که خیلی خوشگل تر بشه. و کاراکتر زنش هم که این قسمت براتون رو صفحه نشون میدم، واقعا خفن ساختن این فیسه رو. و حالا با هم دیگه بریم این فیسه رو روی کاراکتر ببینیم. بچا اگه بیاید داخل پابجی و این آیدی رو و یا این اسمو سیوس سی سرچ کنید، میبینید که یه همچین اکانتی میاد که ایشون این فیس جدیده رو داره. حتی همین الانم هم که برید سرچ کنید یه اکانت با همچین فیس میاد که این فیس خب فقط فکرم دست ایشون باشه و خیلی خوش شانسن. نمیدونم که آیا اینو خود پابجی فرستاده یا اینکه از یه باگی، اصلا با عقل جور در نمیاد این آخه دست این یارو چیکار میکنه. خلاصه که خیلی خوشتیپه و اگه مو داشته باشه قشنگتر میشه. و حالا بریم سراغ تغییر آخر و تغییر خیلی مهمه، مپ ارنگل. بچه ها سیزن بعدی مپ رنگل توی بخش پل یه تغییر آورده که الان داخل ویدیو بهتون نشون میدم. همطور که دارید میبینید یه مسیر کاملا جدا دو طرف پل به وجود اومده که برای کسایی هم که ماشین نداره و اگه فکر میکنید که این برای کمپرای پل خیلی بده، میتونم بگم که نه خیر. با اومدن این مسیر دیگه خیالتون بابت اینکه کمپرا دیگه نتونن شما رو بزنن نباشه. وقتی یکی کمپر حرفه‌ای روی پل باشه، هر جوره شما رو میتونه بزنه و براتون خط بگیره. ولی خب یه همچین مسیری دو طرف پل قراره به وجود بیاد و شاید هم پرکاربرد بود فعلا که چیزی به ذهنم نمیرسه و احساس میکنم که کمپرا بازم همون کمپرن. و اگه روی پل بیاید یه سری کامیون بیشتری چپ شده و دو تا سنگ هم هست اونور پل و مانع ها کلا بیشتر شده و برای کاور چیزهای خیلی بیشتری دارید از این به بعد. کامیون و سنگ و خلاصه تا فکر کنید کاور وجود داره. خب بچه‌ها رسیدیم به آخر این ویدیو. اینم بود از تغییرات مهم سیزن بعدی که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. حتما هم تو قسمت کامنت ها بین این سه تا تغییرات مهم بگید که کدومش براتون مهمتر بود. به نظر من که چیر پارک میتونه تغییر خیلی مهمتری باشه، چون اکثر پلیرها وقتی که بیکارن میرن داخل چیر پارک و لذت میبرن. و اینم بود از ویدیو امروز. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، سابسکرایب کردن چنل رو هم فراموش نکنید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.